بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. بینندگان عزیز، درود و سلام الله بر همه باد. برنامه بازخوانی تاریخ هستیم. در مورد هفته گذشته نقش پروتستانت ها در تشکیل دولت یهود صحبت کردیم و گفتیم که اصلا قرنها قبل از اینکه خود یهودیان به فکر تشکیل یک کشوری باشند، پروتستانت ها بنابر قرائتی که از کتاب مقدسشون داشتند، یعنی از تورات و انجیل، بر این باور بودند و هستند که باید برای نزول عیسی مسیح یهود در سرزمین مقدس دولت تشکیل دهد و بعد مسیح خواهد اومد. و گفتیم که وقتی به آمریکا رفتند، خب تشکیل اصلا پروتستانت گفتیم به معنای معارض و مخالف هست، به خاطر مخالفتی که با پاپ کلیسای کاتولیک داشتند و قرائتی که داشتن، قرائت مستقیم از کتاب مقدس که هر کس میتونه اینو بخونه و نیازی به کشیش نیست، نیازی به پاپ نیست. در انگلستان و در آلمان بودن، خب درگیری های شدیدی در بینشون بود تا اینکه وقتی که قاره آمریکا کشف شد، پروتستانت ها به آمریکا رفتن و این را فاتحه خیلی دونستن، گفتن مثل همون مهاجرت موسی با بنی اسرائیل از مصر بود به سرزمین مقدس. اونها رفتن به آمریکا و شهرها و استانها رو هم با همون نامهایی که در تورات اومده نامگذاری کردن و به شدت از اینکه یهود تشکیل دولت بدهد دفاع میکردن و میگفتن که آمریکا اگه میخواد برکت پیدا کنه باید از یهود دفاع کنه. تا اینجا رسیدیم که حتی حالا صحبت بیشتری خواهیم داشت. وعده بالفور یا بیانیه بالفور که در سال 1917 بود، بعد از اینکه امپراتوری عثمانی قدرت و نفوذ خودش رو بر سرزمین شام از دست میدهد و سقوط میکند و توسط انگلستان اشغال میشود و فلسطین هم از جمله مناطق اشغالی بود، خب بلفور که به عنوان وزیر امور خارجه انگلستان بود، نامه ای را خطاب به رئیس فدراسیون صهیونیسم منتشر میکنه که دقتون در ابتدا از تأسیس خانه ملی برای یهودیان در فلسطین تأکید میکنه که این بیانیه در حقیقت به عنوان مقدمه بود در عرصه بین‌المللی برای تشکیل تأسیس اسرائیل. مقدمه چینی شد دیگه تا سال 1948 که رسما دیگه اعلان کردن. بالفور یک انسان معتقدی بوده، انسانی بوده که به کتاب مقدس خودش اعتقاد داشته. دختر خواهرش در زندگی نامه بالفور می نویسه که بالفور ایمان عمیقی به تورات داشت، تورات رو می خوند و حرفاً به نصوصش ایمان داشت، به نصوص تورات حرفاً ایمان داشت، می گفت چی گفته همون، قابل تأویل و توجیه نیست. و به خاطر این ایمانی که به نصوص تورات داشته، این بیانیه، این وعده را صادر میکنه. نخست وزیر وقت انگلستان هم لوی جورج، او هم یک انسان به حساب پروتستانت ملتزم بوده، ملتزم به تعالیم کتاب مقدسشون بوده. اون خودش اعتراف میکنه، میگه که من صهیونیست هستم،
به آنچه که در تورات اومده ایمان دارم که باید یهود برگردد به فلسطین، و اینکه بازگشت یهود به فلسطین مقدمه است برای بازگشت مسیح علیه السلام. وایزمن اولین رئیس جمهور اسرائیل چی میگه در مورد این وعده‌ای که بالفور میده و نخست وزیرش اینگونه داره میگه؟ میگه که از اسباب اساسی اینکه ما بیانیه بالفور به ما وعده داده که در فلسطین جایگزین شویم به خاطر اینه که انگلیسی ها متأثر به تورات هستند. متأثر به تورات هستند، یعنی بر اساس یک بینش کاملا دینی است. 28مین رئیس جمهور آمریکا توماس ویلسون خب 28مین رئیس جمهور آمریکا بوده. ببینیم، پدرش یک وزیر پروتستانت بوده، پدرش وزیر بوده و پروتستانت بوده. طول جنگ داخلی آمریکا خب این کلیسایی داشته پدرش، کلیسای ویلسون و خود کلیسا و زمین‌های اطرافش رو به عنوان یک بیمارستان و اردوگاهی قرار داده بوده برای سربازان مجروح. خب دو دوره رئیس جمهور میشه که مهمترین ابتکارش همون ایجاد جامعه ملل بود که چندان کارآمد نبود، ولی بعد جاشو داد به چین، سازمان ملل متحد. یک بیانیه‌ای داره که مشهور است به پیشنهادهای 14 گانه ویلسون، اعلامیه 14 ماده‌ای ویلسون، که یکی از بندهاش دقت کنید چیه. میگه که استقلال داخلی ملل تابع عثمانی در زیر امپراتوری عثمانی، ملت‌هایی که بودن، نژادهایی که بودن دیگه مستقل میشند، کردی باشه، ارمنی باشه، آشوری باشه، بعد عرب‌ها باشه، هر کی. دوم یکی در دنباله همین بین المللی کردن تنگه داردانل. ویلسون در مورد خودش اینی میگه که منی که پسر کشیش هستم باید، واجب هست که کمک کنم به یهود به این که برگردن به سرزمینشون. دقت کن الان اینا همه رئیس جمهور هستن. بالفور وزیر امور خارجه بود، نخست وزیرشون، همه اینها دقت کنید پروتستانت ملتزم، و اینقدر ادعا میکنند که مثلا غرب اینگونه هست دین، نه، اینها همه بر اساس یک برداشتی از دینشون دارند. خب یک برداشت کاملا غلط هست، 100% این برداشتشون غلط هست، و این انتظاری که دارن و این کارهایی که انجام میدن همه به خاطر فهم بدشون از نصوصی است که تحریف هم شده و الان برداشت تحریف شده هم دارن. خب ویلسون حتی در مورد او کتابی که نوشته شده میگن که اینقدر در مورد صهیونیستی بود که بسیار عمیق هم بود. و جالب است که ویلسون خیال میکرده که یهود جمعیتشون حدود 100 میلیون نفر هست، در حالی که در زمانی که آقای ویلسون بوده در جنگ جهانی اول بیشتر از 11 میلیون نبودن. خب ببینیم، وقتی میگیم که این جنگ بر اساس یک عقیده است، دینی است، جنگ مادی نیست، جنگ دو دولت نیست، جنگ دو قدرت نیست، بلکه جنگ دو دین هست یا دو اعتقاد هست. یک اعتقادی که از یک طرف مسیحیان و یهودیان هستند و باید این کار اینجا حضور داشته باشند، عرب ها را بکشند، مسلمان ها را بکشند، تا اینکه
مسیح نازل شود. دو اصلا جنگ دینی میدونن. دقت کنید الان ما هر چی در مورد این وعده هایی که وعده بالفور که خوندیم، نخست وزیرشون، رئیس جمهورها و بعد خواهیم و تا رئیس جمهورهای آمریکا، ما 4 تا 5 تا از این رئیس جمهورهایی که الان مثلا در این عصر بودند، یک کمی زندگی نامشون نگاه کنیم ببینید که همه اعتقاد به این دارن، به بازگشت مسیح، و باید برای بازگشت مسیح از اسرائیل به شدت دفاع کرد و اجازه داد که اسرائیل هر کاری بخواد انجام بده. در ببینید این شخص الان به عنوان یک کشیش هست. دقت کنید این فرد میتونید صفحه لپتاپ Israel right now is extremely serious. بله متاسفم، ببخشید که باید یه دقیقه این کشیش میگه اون چیزی که الان در اسرائیل رخ میده خیلی خطرناک است. اون چیزی که الان رخ میده میگه خیلی خطرناک است. ببینیم، خب یک کلمه ما مجبوریم. بله ببینیم، بله اینه، میگه که کشیش انجیلی جیمی ایوانس، این قیافشو ببینید چون یک کلمه برای ترجمه مجبوریم برگرد، این قیافشه ببینید. بعد میگه که آنچه که از اول بیارم، میگه که در اینجا میگه که پیشگویی یا بشارت انجیل در اسرائیل تحقق پیدا میکنه، یسوع مسیح میاد و همچنین مسیح دجال. یعنی مسیح دجال که حالا اون کسی است که یهود انتظار شده و مسیح است که اینها انتظارش دارند. اما این انتظار الان نیست، اومدن مسیح علیه السلام و مسیح دجال در آخر زمان هست. اینا خیال میکنند که این جنگی که میخوان راه بندازند برای اینه که میان مسیح خواهد اومد. حالا ببینیم، بعد صحبت بیشتری خواهیم داشت. میگه چی؟ میگه اون چی که در اسرائیل الان رخ میده قضیه خطرناکیست و مهم هست و در انجیل یک دلالت هایی داره، یعنی ریشه های انجیل داره، در انجیل ریشه هایی داره، اصل اساس در انجیل داره. میگه که و این چیز پنهان نمیشه کرد، پنهان نمیشه. این پیشگویی کتاب مقدس هست، بشارت است که در خبری که داده. میگه که پیشگوه ها و بشارت های کتاب مقدس 41 سال من دارم میخونم، روش کار میکنم و 48 سال هم که درس میدم، درست میخونم یا درس میدم، و این چیزیست که همیشه مورد اهتمام من بوده. چیزی که انجیل گفته و مسیح اونو گفته در مورد آخر زمان، میگه و اکیداً همون ما الان نهایت آخر زمان داریم، کمی بیریم به طرف آخر زمان. میگه مثل زایمان هست، مثل دردهای زایمان هست، و هر زنی میدونه که درد زایمان خوب نمیشه مگر بدتر میشه تا اینکه چیزی دنیا بیاد، تا اینکه چیزی دنیا بیاد، پسری، دختری، مرده، زنده. میگه اون چیزی که ما الان میبینیم، این حوادث جهانی که میبینیم، ما نراه فی العالم هو مجرد یک همون دردی است که مثل همون درد زایمان هست. به خود اون چیزی که
متعلق به اسرائیل هست. اسرائیل نقطه صفر در آخر زمان هست. یعنی همه چیز در اینجا رخ می‌دهد. Israel and Israel is ground zero for the end times. The end times. و امکان ندارد که آخر زمانی پیش بیاد بدون اینکه اسرائیل به عنوان یک امت وجود نداشته باشند، یک دولتی نداشته باشند، یک کشوری نباشند. زمانی که از جدیدن در سال 1948 به دنیا اومدند، یک معجزه بود، معجزه مطلقی بود. و همچنین خودش علامتی بود بر نهایت الزمان، که بر این که شروع شده، نهایت الزمان شروع شده. خب همه اینقدر کافیه که ما نیرامون فرستادیم و بعد جنگا و درگیری هایی که میگه ممنون تا فرمان. پس ببینیم الان این کشیش هست و یهودو به عنوان به حساب آتش دهنده این قضایا قرار داده، یعنی باید وجود یهود باشه، تشکیل دولت بدهن و یا فسادهایی که بکنن در اون نبوآتی که اومده تا اینکه مسیح بیاد. و بعدم در آخر میگه و در جای دیگه میاره که خود بعد مسیح یهودیان رو میکشه. پس ببین یک استفاده میکنن از یهود برای اینکه مسیح بیاید، نه اینکه واقعا اینها دلسوز یهود هستند و این دفاع تمام قدی که از اسرائیل میکنند نه به خاطر اینکه واقعا یهود رو دوست دارند، چون هم یهود اعتقاد داره که مسیحیان کافر هستند و جهنمی هستند و هم نصارا مسیحیان همین اعتقاد دارن، فرق نمیکنه. اما اینجا یک مصلحت مشترکی است. اونها میخواستن یک تشکیل دولتی بدن و پروتستانت ها و کاتولیک های امروز دیگه باز، خب چون امیدوار هستن که با تشکیل دولت آنها در فلسطین و فسادی که میکنن زمینه نزول مسیح را آماده میکنن، انتظار داشتن. یعنی شما یه چیزی اینجا من مطرحش کنم که این اعتقادی که شیعه در مورد مهدی داره و آماده کردن زمینه برای ظهور مهدی، همین چیزی است که یهود و نصارا هم اعتقاد دارن که باید زمینه سازی بشود برای نزول مسیح یا مسیح دجال یا اون شیعه میگه مهدی، زمینه سازی برای مهدی. خب پس ببینیم که یک جنگ، اینها یک جنگ کاملا دینی است، جنگ بر دین هست، یعنی اعتقاد داره، میخواد که حتی گفتیم که زمانی که جنگ خلیج رخ داد، هجوم عراق به کویت و بعد اون جنگی که پیش اومد، خیلی هاشون معتقد بودن که بله این همون معرکه هرمجدون هست، همون نهایت الزمان هست که داره شروع میشه. خب چرچل رئیس نخست وزیر انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم، درسته؟ او بعد از جنگ جهانی اول در سال 1921 میره فلسطین، در اونجا ملاقاتی داشته با سیاسیون عرب. خب گفتن که ما برامون خیلی مشکوک هست، ناراحت کننده هست کوچ کردن یهود به فلسطین و میخوان بر فلسطین تسلط پیدا کنن. چرچل بهشون میگه که شما از من چیزی میخوایید که معناش اینه که باید از اون بیانیه بالفور من کنار بکشم و کوچ یهود رو توقف بدهم. این در توان من نیست و من اصلا نمیخواهم هم این کار رخ بدهد. ما معتقد هستیم که بیانیه بالفور جهان رو تغییر داده و همچنین امپراتوری بریتانیا رو تغییر داده، همچنین عرب ها رو کلن دوچار تغییر و تحول کرده و
و ما میخواییم این بیانیه تحقق پیدا کند. و اعتراف میکنه چرچل که من صهیونیست هستم و به خاطر پیشرو بودن صهیونیست من فعالیت میکنم. خب پس گفتیم که اصلا قبل از اینکه یهود فکر کند، چهار قرن از زمان در قرن 15 پروتستانت ها دیگه از نظر اونها بعد زمینه سازی میشد برای نزول مسیح. در آمریکا وقتی که میرن یک بیداری به اسم بیداری دینی پروتستانتی به وجود میاد. آمریکا مثلا درسته در قانونش میگه که دین رسمی نیست، یا مشهور هست به اباحیگری، سرمایه داری، ولی وقتی که در سال 2000 نگاه کنید، آمار 2002، ترکیب مذهبی آمریکا ببینیم چگونه هست. ترکیب مذهبی آمریکا در سال 2002، حالا من میگم، میگه که پروتستانت 52% هستند، کاتولیک 24%. دقتون چند درصد شدن الان؟ هفتاد و شش درصد آمریکایی ها دین باور هستند، مسیحی هستند. 2% هم یهودی هستن، 1% هم مسلمون بوده، 10% بدون دین. یهودی ها 2%، مسلمون 1%، پروتستانت 52%، کاتولیک 24%. پروتستانت ها در آمریکا زیرساخت قوی دارن، مدارس، دانشگاه ها، آموزش عالی، کلیساها، هزاران مدرسه، دانشگاه و مرحله آموزش عالی دارند. حساب کنید در سال 82 مثلا 1982، 30 سال پیش، 40 سال پیش چقدر بوده؟ 1948 دانشکده آموزش عالی داشتن، مدارس زیر نظر کلیسا. خب سال 1954 میگفتن که 123 تا مدرسه داشتن، سال 1980 شده 18000 مدرسه. این همه پروتستانتن. مشهورترین دانشگاه های آمریکا پروتستانت هستند. هارفارد، جورج تاون، بوستن، اینها همه مشهورترین و قویترین دانشگاه های آمریکا هستند. همه پروتستانتی هستند. همه زیر نظر کلیساست. یعنی بین 20000 تا 30000 مدرسه، دانشکده، آموزش عالی، میلیون ها دانش آموز دارن، همه اینها تورات و انجیل میخونن، به این قضیه ایمان دارن. یعنی در این مدارس و دانشگاه ها، انستیتوها، مؤسساتی که دارن، همه بحث قضیه ایمان به تورات هست و اون نبوات، پیشگوها و بشارت های تورات هست. آمریکا ببینیم رئیس جمهورهاشون، کارتر، ریگان، کلینتون، ترامپ، بایدن که الان هست، این پنج تا که دو عصر خودمون هستن بودن. کارتر اصلا مبشر بوده،
یعنی کشیش میرفته برای دعوت به مسیحیت، دعوتگر بوده، کشیش بوده. این کاردر خب میرفته در کشورهای مثل افغانستان، سودان، اتیوپی، اریتریه، این کشورها میرفته مرتب برای دعوت دادن به مسیحیت. ریگان 11 بار در تبلیغات انتخاباتی خودش میگه که ایمان داره به معرکه هرمجدون، به جنگ هرمجدون. بیل کلینتون در مدرسه کاتولیک سنت جان درس خونده. خب توافقنامه اسلو اول، کامپ دیوید دو که برای پیشرفت روند صلح اسرائیل و فلسطین بود. خب ترامپ که شما دیگه ما میشناسیم دیگه، خیلی بیانش قوی بوده در مسئله دین، شدیداً از گروه های مسیحی دفاع میکرده. در بحث منازعه فلسطین و اسرائیل میگفته من طرفدار هوادار بزرگ اسرائیل هستم، از ساخت شهرک نشین ها در کرانه غربی حمایت میکرده. و در زمان خود ترامپ نخست وزیر بنیامین نتانیاهو خب ازش، از سیاست هاش دفاع میکرد. در سال 2017 به دستور ترامپ قدس به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسه. بعد یک سال بعد سال 2018 سفارتشو در اونجا افتتاح میکنه. بایدن هم کلان دیگه مشخص هست، میبینید. یعنی رؤسای جمهور، شما در انگلستان دیدید رؤسای جمهورشون همه اینها اعتقاد داشتن. این نبوده بگیم که اینها انسان هایست که اصلا دین نداشتن یا بیطرف بودن، نه، کاملا دیندار بودن، معتقد بودن، انسان های معتقد بودن به آنچه که تورات گفته و پیشگوهایی که تورات کرده. خب بعد گفتیم که بیداری دینی پروتستانت ها فقط در بحث مدارس نبود، دانشگاه ها نبود، بلکه حتی در مسئله اون رادیو، تلویزیون، مطبوعاتی که داشتن و به شدت کار میکردن، چهره های مشهوری داشتن و دارند، ایستگاه های رادیو، تلویزیون، مطبوعاتی که دارن، چقدر مطبوعات دارن. الان ببینید مقاله هایی که نوشته میشه در اینترنت پخش میشود، بیشتر این مقالات که به خصوص در هجوم بر اسلام هست از آمریکا و بعد هم هند میاد، بخصوص آمریکا. در هم تلویزیون، حتی در بحث سینما، سینما مثلا میگه که در سال هزار و تقریبا دهه 80 مثلا 100 میلیون دلار تخصیص دادند بودجه برای چی؟ برای اینکه یک فیلمی در مورد مسیح ساخته بشه که از کتاب تکوین و از انجیل لوقا، 15 فیلم از کتاب سفر تکوین، کتاب تکوین، و 18 فیلم از انجیل لوقا در مورد اسمش هم جنسیس. این جنبش که الان راه انداختن دیگه مشهور شده به عنوان جنبش مسیحی صهیونیستی، جنبش مسیحی صهیونیستی. حالا کاملا واضح مشخص شد که این جنبش سعی و تلاشش در چیه؟ در این که یهودیان در فلسطین باشن، حق حاکمیت دارن بر کل این سرزمین،
و بحثی چیزی به عنوان صلح معنی نداره. و به این خاطر میبینیم که هر بار که صلح هم مطرح شود اینا قبول نمی کنن. نه اسرائیل قبول نمی کنن، حتی امریکا ارزان امکان داره بگن، ولی چون بر اساس اون بینشی که دینی که دارن اصلا صلح معنی نداره. جالب هست انسان حتی وقتی که این جنبش رو میبینه درش گروه هایی باشن از خود یهود که اصلا اهل دین هم نباشن، ولی چون میخواستن یک جای مستقر بشن. بله، در ابتدا وقتی که این جنبش مطرح میشه یهودیان دیندار خیلی مخالف بودن، چون اعتقاد داشتن که تا قبل از نزول مسیح نسی خودشون تشکیل دولت حرام هست. همگونه که شیعه معتقد از هر پرچمی، هر دولتی که قبل از اومدن مهدی برپا شود حکومت طاغوت هست و پرچم طاغوت هست، و معتقد بودن که این اگه رخ بده تشکیل دولتی بشه به آنها کشته شدن، به کشته دادن یهود هست. بدین خاطر مخالفت میکردن و اون یهودایی که میخواستن بالاخره یک جای مستقر بشن سکولار بودن، درشون ماهیت سکولاریسم داشتن، با اینها مخالفت می‌کردن، حتی دولت‌ها را وادار می‌کردن که اینها را سرکوب کنن، اینها را وادار به سکوتشون کنن. بالاخره بعد از این همه تبلیغات و حتی حجمه‌هایی که شد، حجمه‌هایی که به یهود شد عمدن به یهودیان و منافع یهودیان حمله هایی می شد که اینها را وادار کنند به کوچ کردن، خب در میان گروه های دینی یهود هم بالاخره این فکر کم کم جا افتاد برای رفتن به فلسطین و تشکیل دولت. این جنبش گفتیم که مؤسسش، تکرار میکنیم که پروتستانت های مسیحی بودند که به اینها مسیحیان صهیونیست گفته میشه، خودشون رو به عنوان مدافع یهود به خصوص اسرائیل میدونن. حالا از سیاست های اسرائیل به طور مطلق دفاع میکنن، چه خوب باشه چه بد باشه. حتی اگه کسی معتدل باشه از خود یهود، خود یهودان این حکومت را نقد کند هم باش مخالف هستند. نسبت به فلسطینی ها هیچ گونه احساس غم و غصه و انسانیت و رحم و مروتی ندارد. هر راه حلی که ممکن باشه منجر بشه به تشکیل دو تا دولت جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن، زیرا که معتقدند خداوند این سرزمین رو به یهودیان بخشیده. این فلسطینی‌هایی که اینجا هستند الان متجاوز حسابشون میکنند. اینا اومدن سرزمین موعود را اشغال کردند. اینو میگن. اینها مسیحیان صهیونیستی دوستی خودشون با یهود رو جالب از اینگونه معرفی میکنند. ترویج میدن گفتگوی یهود و یهودیان و مسیحیان، تشویق به گفتگوهای سازنده بین یهود و یهودیان و مسیحیان. بعد به ریشه های یهودی دین مسیح نگاه میکنن که مسیح به عنوان یک پیامبر بنی اسرائیل بوده و تورات نیومده که لغو کنه، معتقد به تورات بوده، پس ریشه یهودیت داره میگن دین مسیح، پس یک وجه مشترکی میدونن. با هر فکری که ضد یهود باشه مبارزه میکنن. هر یهودی که میخواد ایجاد صلحی کنه
در هر جا باشند، در بخصوص در فلسطین، و میخوان که با یهودیان، با فلسطینی ها یه مصالحه کنن، با اونها مبارزه میکنن. و گفتیم که قدرتی که دارند، آمریکا مولا یه قدرت هست، دفاع میکنند از اسرائیل و هر چیزی که بر علیه او در سازمان ملل قطعنامه صادر بشه که بر علیه اسرائیل باشه وتوش میکنه. و میگن که آن چیزی که پیشگویی های کتاب مقدس هست الان در حال تحقق یافتن است، الان زمانش میدونن. ببینید این برداشت بد دینی که از قضیه دارن و چگونه انسان ها را به کشتن میدن، بشریت را دارن به کجا کشوندن و چه فسادهایی که اصلا اینا انجام میدن. نه فقط بحث این که مسئله اومدن استقرار یهود در فلسطین هست، بلکه فسادهای زیادی که انجام میدهن، فسادهای اخلاقی، ربا، کشت و کشتار، ناامنیتی، همه اینها میگن که باید باشد تا مسیح بیاید. باید زمین پر از ظلم شود، پر از فساد شود که مسیح بیاید. همون منطق انجمن حجتیه که بایستی فساد کرد، جلوی فساد نگرفت که مهدی بیاد. خب میگن که حالا ما اینجا توقف کنیم بهتر هست، چون سعی میکنیم الان ما درست چند جلسه رفتیم، ما به صورت هنوز وعده مثلا در مورد هرتزل یا هرتزل، تئودور هرتزل که به عنوان مؤسس یهودیت هست صحبت نکردیم و کارهایی که کردن. اگه خدا توفیق داد اصلا از به طور تفصیل بتونیم صحبت کنیم از زمان ابراهیم علیه السلام و اسحاق و بعد یعقوب و فرزندانشون، اومدنشون به سرزمین مقدس، موسی در مصر، اینها صحبت میکنیم. یه بازخوانی تاریخ هست به عنوان یک بازخوانی درست و از دیدگاه اسلامی، تا میرسیم به این موضوعاتی هم که مطرح کردیم. خب اینجا توقفش بدیم و همطور که گفتیم در قرآن خداوند فرمود در سوره مبارکه اسراء که فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا، وعده آخری که بیاد، دومی که بیاد، شما را جمع آوری میکنیم. بعد از جالب هست که این پیشگویی هم معتقد هستند که در تورات اومده، میگن که خداوندی که بنی اسرائیل رو پخش کرد دوباره آنها را جمع میکند. خب اینها یهود و از سرزمین های از کل زمین، به خصوص اروپای شرقی، روسیه، بعد آمریکا، انگلستان، آلمان، همه اینها جمع کردند. کوچ اجباری بود برای بعضی جاها، حتی در مورد کاری که هیتلر میکنه، دیدگاه بعضیشون اینه که خب اینم کار درستی کرده، از کار به فرمان خدا کرده که یهودو بفرسته بیاد به فلسطین. پس این اعتقاد خودشون هم هست که باز جمع میشن، از هر جا میان. این بله، الان اینها با این پیشگویی که بهش ایمان دارن حقیقتا گور خودشونو میکنن. چرا؟ خیلی از یهودها در آمریکا هستن، در خود فلسطین هم هستن، مخالف تشکیل دولت اسرائیل هستن، چون میدونن که بنای شکست سنگین یهود هست. مسیح علیه السلام در این جنگ نمیاد. مسیح علیه السلام در این جنگ حضور نخواهد داشت. نمی اومد. این آخر زمان نیست.
بلکه مسیح دجال وقتی که خروج میکنه بنابر روایتی که هست از اصفهان میاد و همراه او 70,000 یهود همون که باش جمع شدن میان. الان این جنگ درست رخ میدهد، الان اینا میخوان این کار دارن میکنن، برنامه ریزی میکنند، اون فسادی خدا خبر داده اینا دارن میرن به طرف اون فساد، اما نه این جنگ آخر از زمان هست، نه جنگ، نه اینکه مسیح میاد علیه السلام یا یعجوج و ماجوج بیان، نه این نیست. یا اون که در روایت اهل سنت هست شخصی به عنوان مهدی گفته میشه که ما میگیم که امام هست و نه دعای فرجش میخونیم نه انتظارش میکشیم، یک فردی است که رهبری امت در آخر زمان به دست میگیره. خب تا اینجا ما توقف کنیم که و صحبت هم کردیم، گفتیم که پروتستانت ها معتقد هستند که یهودیان مردمی برگزیده خدا هستند، یعنی برخلاف اون چیزی که در طول تاریخ بوده، همیشه خودشونو برتر میدونستن. همطور قرآن از اونها یاد میکنه که یهود گفتن که ما فقط میریم به بهشت و نصارا بر هیچ نیستن، نصارا هم برعکس میگفتن دیگه، میگفتن یهود بر هیچ نیستن، ما فقط میریم به بهشت، این ادعاها را میکردن. اما در قرائت پروتستانت ها مسیحیان صهیونیست میگن که یهودیان مردمان برگزیده خدا هستن، باقی میمونن تا زمانی که دیگه مسیح علیه السلام بیاد و یهودو بعد از تشکیل دولت میکشه. خب پیام های بینندگان زیاد هست، ما پیام ها را داشته باشیم. یکی از دوستان به من گفت دایی من یکی از فرماندهان قدس است. او گفت، داییش گفت، اگر در بین اطرافیان جوانهایی که میشناسید شلوغ افراد جنجالی هستند، پدر و مادر مردم از دستشون ناراحت هستند، با آنها صحبت کنید که سپاه قدس پول خوبی بهشون میده، به خارج از کشور میفرسته، مراحل رشد و ترقی براشون مهیا میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، بفرمایید. نماز باشید. خوش اومدید. استاد، برای جنگ غزه خواستم یه سوال بپرسم. بفرمایید. حالا که ما آرزوی جهاد داریم به خاطر برادرام و خواهرامون یه جنگ کشته میشن و اینا، حالا ما اجازه نداریم این کشور بریم بیرون، این دولت ایران هم عرضه هیچ کاری ندارم؟ بله. نگاه کنید، انسان وقتی نیتی داشته باشه، واقعا صادقانه باشه، داشته یه نیت خیلی داشته باشه، خدا اجر اون نیتشو بهش میده. وقتی انسان صادق باشد، حتی اگه انسان توی بستر خودش رو تختش در دورترین جای دنیا هم بمیره، اما آرزو داشت که در راه خدا بجنگد، واقعا صادق باشد، خدا این مقامو بهش میده. مقام شهیدو بهش میده، اجر جنگیدن در راه خدا بهش میده. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم استاد، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، همراهی مسیحیان اروپا با یهودیان نمیتواند نشانه این باشد که یهودی مسیحیان میترسند، که سرانشان میترسند که اگر اسلام اون روی خودش را نشان بدهد، بسیاری از این اروپایی ها
به توحید برمیگردند، مانند ایرانیانی که شرک به خدا ورزیدند، آنها هم آگاه میشوند و به سمت توحید و یکتاپرستی میآیند. برای همین خاری و ذلت مسلمان های اهل سنت را میخواهند و ایرانیان مشتک رافضی را که درصدی از جامعه ایران را تشکیل میدهند و ذهنهای آشفته دارند را تیر میکنند، تحریک میکنند تا این آشوبها و بدواها را در جامعه اسلامی بیاورند. چون خیلی از این دعاهای مسیحی که حتما با سران کفر در ارتباط هستند میدانند که اسلام میتواند ذهن آشفته اروپاییان را مانند ذهن آشفته همین فارس ها و ایرانیان آزاد کند و آنها را هم به سمت توحید و یکتاپرستی بیاورد. و سوال دوم این که اینهایی که تماس میگیرن با این شبکه ها و میگوین حضرت عمر اشتباه کرده به ایران حمله کرده، این ایرانیان 1400 سال پیش همین طور کلر و کرد و فارس بودند و اصولا زبان مشترکی با هم نداشتند و هر کس به زبان خودش صحبت میکرد و اگر یک نفر از سمت کرمان بلند میشد و میرفت به سمت تبریز یا از سمت شیراز به سمت مشهد میرفت، زبانشان با هم فرق داشت و مردم با هم ارتباط چندانی نداشتند. این حضرت عمر آمد ایران، ایرانیان را آزاد گذاشت، اینها درس خواندند، شعرهایی درست شد، دانشمندانی درست شد، مردم تشویق شدند که زبان فارسی را یاد بگیرند. این زبان مشترک فارسی باعث شد که مردم ارتباط بیشتری با هم داشته باشند. و در آخر اینکه این ایرانیانی که روشنفکر شدند در آمریکا کروات میزنند و فکر میکنند که کل شدند و دین اسلام را دین اضافی و دین انحرافی میدانند و روشنفکری را سرافرازی و بزرگی میدانند، چرا در مورد حافظ و سعدی و مولانا و علمای دینی و علمای علمی که صحبت میکنند نمیگویند که اول اینها مسلمان بودند بعد اینها شاعر بودند و اینها را فقط شاعر و نویسنده و ادیب و ستاره شناس معرفی میکنند، این افراد دانشمند با ارزش اسلامی را، ولی از اسلامشان حرف نمیزنند و این شبکه ها هم در این زمینه کمتر صحبت کرده است. اینهایی که نوجوانانی که این برنامه ها را میبینند گول این افراد کلو و ریش و سیبیل تراشیده این را میخورند که فقط از علم این افراد میگویند و از ایمان این افراد سخنی به میان نمیدانند که اگر ایمان نداشته بودند حتما شاعر و ادیب خوبی هم نمیشدند، چرا که اهل سنت شاعر و ادیب و دانشمند زیادی تحویل جهان داده است، مانند ابوعلی سینا ها. و این رافضی ها خداوند به ذهن و عمر آنها برکت چندانی نداده است و ادیب و دانشمند قدرتمندی را ممنون به جامعه جهانی نداده است. جوانان به خدا قسم یکتا پرست شوید تا خداوند علمی به شما بدهد که بتوانید شما هم مانند گذشتگان جهانی شوید. آمین. و سلام علیکم. علیکم السلام. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوارم، من یک سوال داشتم. آیا این جنگ غزه مثلا با اسرائیل الان جنگ اسلام و کفره؟ اگر جنگ اسلام و کفر هست، خب علما کی باید در دستور جهاد بدن؟ یعنی جهاد باید، یعنی چه اتفاقی باید بیفته که دیگه دستور جهاد داده بشه؟ خب اگر بین اسلام و کفره که خیلی مهمه الان، اگر بین اسلام و کفر نیست، خب دیگه مسئله دیگه است. اینو بازم درست توضیح بدید. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حسنا باشي. خواهش مون. بفرمايت. ببخشي. سؤالي داشتم. در مورد این معبد سلیمان میشه توضیح بدید؟ این یهودیان ادعا میکنن که
مأمن اولی ماست، آیا همچین چیزی وجود داشته یا اونجا متعلق به مسلمان ها بوده؟ انشالله. سوال دیگه ندارید؟ ممنون، خیلی متشکر، خسته نباشید. خواهش بکنم. نکنید از آخر شروع کنیم. معبد سلیمان، مسجد الاقصا یا بیت المقدس، اون مسجد توسط ابتدان توسط ابراهیم علیه السلام ساخته میشه. سلام علیکم. خب و بعد کاری که میکنه سلیمان علیه السلام مسجد الاقصا را، بیت المقدس رو بازسازی میکنه. ویران شده بوده، خراب شده بوده، بازسازی میکنه. انشالله که صحبت بیشتر خواهیم کرد در این مورد. ولی خب ابراهیم علیه السلام ابتدا مسجد الحرام رو درست کرده، بعد از 40 سال مسجد الاقصا رو ساخته و بعد سلیمان علیه السلام این مسجد رو بازسازی میکنه، که الان چیزی که ازش یاد میکنن میگن هیکل سلیمان اینها، که دیگه دنبال چیزی میگن که وجود نداره، هیکل این نیست، همون مسجد بوده که سلیمان علیه السلام بازسازیش کرده و بعد هم در اثر حمله رومی ها کلن از بین میره. بعد از اون اختلافی که بعد از مرگ سلیمان علیه السلام پیش میاد بین فرزندانش و بین بنی اسرائیل که به دو مملکت تقسیم میشن دیگه، بعد توسط رومیان و بابلی ها و اینا دیگه کلن از بین میره، با خاک یکسان میشه، چیزی وجودی نداره این معبد سلیمان. اما بین آیا این جنگ گفتیم اصلا از نظر غربی ها، این جنگ چندین بار تکرار کردیم، جنگ دینی است، جنگ بین دو قدرت نیست، جنگ مالی و اقتصادی نیست، جنگ بین دو حکومت نیست، بلکه یک جنگی است که کاملا دینی است. غرب خودش آماده کرده، از دیدگاه خودشون زمینه آماده شده برای نزول مسیح. مسیحیان میگن که مسیح علیه السلام یا اون خدایی که اعتقاد دارن به عنوان خدا میدونن، یهود همون مخلصشون، منجیشون، مسیح دجال. یک جنگی است کاملا دینی بین دو دین. ترس اروپا از اسلام، واقعا اروپا ترس داره، نه فقط اینکه میاد اسلام، به اضافه اینکه اون فراغ روحی که بشر داره، چه در فرهنگ غرب باشه، غرب سرمایه داری یا کمونیستی یا هر فکری که باشه، همیشه یک خلأی وجود داره، یک فراغی وجود داره. این فراغ تنها با اسلام، با قرآن، با راه و روش درستی که قرآن معرفی میکنه، این فراغ، این خلأ پر میشود. این یک. دو، اروپا میدونه که تمدنی که الان داره از بین میره، جاش تمدن اسلامی میاد. همون گونه که تا یک دو سه قرن قبل و حقیقتاً تمدن اسلام و اروپا هر چیزی که داره مدیون مسلمان ها در اندلس هست، به خصوص اندلس، چون در اروپا بود دیگه. اندلس شامل اسپانیا و پرتغال و این کشورها می شده، اونجا حکومت داشتن اموی ها، چندین قرن حکومت داشتن، چه حکومت با شکوه و با جلوه، تمدنی که داشتن، چون این دین تمدن ساز هست. یک دینی نیست که فقط تو رو بیاره توی کوچه، تو کنج مسجدی یا تو خونه فقط باشه، یا رابطه فقط خودت با خدا باشه، نه، تمدن ساز هست. بدین خاطر اروپا به شدت از اسلام میترسه. در زمانی که مسلمان ها در اوج قدرت و نظافت و پاکی بودند، اروپا در قعر تاریکی ها بود، در قعر نجاست، از نظر به حساب پزشکیشو بگید، هر چیزی که شما بخواید بگید، صحت و تندرستی، ببینید چه وضعیتی داشتن، کوچه هاشون چگونه بوده، پادشاهانشون چگونه بودن، حمام نمی کردن، اختراع این عطر رو درست کردن بخواد حمام نمی کردن. تو اندلس وقتی که رفتن اندلس
سقوط میکنه، برای اینکه مسلمون میشناختن چی بود؟ که تو خونه حموم دارن، تو خونه دشویی دارن. بعد هنوز آثار تمدن اموی ها نگاه کنید در اندلس، اون قصر حمرا و شهرهای دیگه در قرناطه، ببینید چه تمدنی داشتن. اروپا کجا بوده؟ میرفتن فرزندانشون و حتی اون عمرا بزرگان میفتن به اندلس برای درس خوندن در اینجا، همین کاری که ما الان داریم انجام میدیم که میریم به کشورهای دیگه. اما در مورد سیدنا عمر رضی الله عنه و فتح ایران بگیم که حقیقتا بزرگترین خدمت شد به ایران که اسلام هدیه داده شد به ایرانی ها، و در مقابل هم ایرانی ها خیلی قدرشناس بودند و خیلی خدمت کردند به اسلام. متقابل بود خدمتی که اصلا هدیه‌ای که سیدنا عمر و باقی صحابه رضوان الله علیهم به ایرانی ها دادن بزرگترین هدیه بود. شما در تاریخ نگاه کنید ببینید که چند تا کتاب اوستا وجود داشته، زمانی که حتی اسکندر میگن حمله، یک نسخه از اوستا وجود داشته. نظام طبقاتیش نگاه کنید، آقا تمدن و قدرت این نیست که فقط تو بری لشکرکشی کنی بکشی، دیگران را به زیر استعمار خودت بکشونی. انسان سازی کاری که اسلام میکنه، تمدنی که انسان سازی، نه اینکه تمدنی که بر اساس کشتن انسان ها از بین بردن انسان ها باشه. وقتی درس خوندن برای اکثر اقشار مردم ممنوع بود، اسلام میاد هدیه میده به اینها، همه آزاد میشن. یعنی این همه انسان ها، ایرانی ها، همه مسلمون شدن. یعنی شما اینقدر چقدر کشتن، چقدر وادارشون کردن که مسلمون بشن، چقدر مگه به اسارت گرفتن. مثلا اگه بحث اسارت باشه، کل ایران بعد همه به اسارت میبردن، بردن. حالا بعضی مواقع بوده که اسارت گرفته شدن، ولی ببینید که ایران با این بزرگیش، با این عظمتش، چقدر چند نفر از اونها به اسارت گرفته شده بودن، چه تعدادی. شما وقت نسبت رو نگاه کنید، ایران یک امپراتوری بوده دیگه، خود الان چیزی که عنوان ایران بدونید، خب چند میلیون بودن، چقدر ازشون از اونها به اسارت گرفته شده. خب اگه اینها همه به اسارت گرفته شده، خب جا نمیشد دیگه، جای دیگه به کجا ببرنشون، این همه کجا جاشون بدن. هاش کم انسان فکر کنه. بزرگترین هدیه سیدنا عمر، امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه، به ما ایرانی ها این بود که اسلام رو به ما هدیه دادن. در مقابل هم ایرانی ها قدرشناسی کردن، به اسلام خدمت کردن. بزرگترین علما در فنون مختلف از ایران بودن، همطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که اگر علم در ثریا باشه، مردانی از فارس بونی دست خواهند یافت. در اون زمان که رسول الله این بشارت رو میدند، خب در زیر حکومت کسرا بودند دیگه، یزگرد بود، نظام طبقاتی بود. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن بشارت میدن که رجالی از فارس، مردانی از فارس به اسلام خدمت میکنند، و خدمت کردن تا زمانی که این صفوی ها اومدن سامو برگرد ایران رو برگردن به مقابل اسلام. هنوز هم این گونه هستی، صفویت این فکر، ایران رو برگردن به مقابل اسلام. اما در مورد روشن فکران، شاعران، یه تان یه برنامه داشتیم از شبکه پخش می شد اتفاقا، در مورد شاعران ایران زمین. فکرم اتاق فرمان اگه حضور ذهن داشته باشن و جایی باشه بتونن بار دیگه بازپخش بشه، خوبه. معرفی شاعران و ادیبان ایران زمین. خب وقت برنامه نمان کامل تموم شد. خداوند همه ما را حفظ کنه، توفیق بدهند، بندگان صالح و مخلص باشیم، عاقبت به خیر بشیم، احساس عزت کنیم به دینمون و نسبت به همه
برادران مسلمان در هر جا که هستند قصد خیر داشته باشیم، محبتشون در قلبمون داشته، احساس همدردی داشته باشیم با آنها. امیدوارم که خداوند همه ما را در زیر پرچم رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحرای محشر و سپس در بهشت جمع کند. خیلی از همدیگر رو ندیدیم، ولی امید هست که اونجا دیگه با هم دیگه آشنا بشیم و با هم دیگه ملاقات داشته باشیم، اون هم در کنار باقی صحابه همراه با ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده و سایر بزرگان. آرزوی خیلی خوبی است، اما ما ذلک علی الله بعزیز، و این یقین داریم ان شاء الله، یقین داریم به رحمت خدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.